هفته اسفند ماه در ایران روز وکیل است روزی که استقلال وکلای دادگستری و نهاد تحت عنوان وکلای مدافع را یادآوری می این در حالی است که در ایران برخی از وکلا به دلیل دفاع از موکلانشان بازداشت شده و به زندان محکوم شدند عبدالفتا سلطانی یکی از این است افشار سیگارچی گزارشی در این زمینه تهیه کرده شش روز وکیل در شش سال گذشته آمد و رفت و عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری عضو کانون مدافعان حقوق بشر و هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری در تمام این مدت در زندان به سر برد روز گذشته ماعد سلطانی دختر عبدالفتاح سلطانی و ارسال نامه‌ای به وزیر اطلاعات با اشاره به وضعیت بد جسمانی پدر درخواست کرده به وضعیت و پروندهش رسیدگی شود به گزارش وبسایت کلمه دختر آقای سلطانی در این نامه نوشته است بیش از سه سال از اعمال ماده 18 گذشته و چهار قاضی نظر دادن حکم اساسا به اعتبار امر مختومه باطل است ولی پرونده در حوزه ریاست قوه قضاییه قفل شده است پس از شش سال فقط یک بار از حق مرخصی استفاده کرده و اینک به بیماری نوسان فشار خون کمخونی و بیماری حاد گوارشی مبتلا شدند. آقای سلطانی سالهاست در زندان هستن ایشون غیر از اینکه به قانون اشاره بکنن و سلاحشون قانون باشه هیچ چیز دیگه ای نبوده و ایشون به نظر من از جمله وکلایی هستن که جاشون در زندان نیست جاشون در هیئت مدیره کانون وکلاست یا ریاست کانون وکلاست صاحب نظران میگویند با توجه به فشار محدودیت و بازداشت برخی از وکلا در سالهای گذشته و راه اندازی برخی نهادها نظیر مشاوران قضایی که از سوی قوه قضایی وکلا و کارشناسانی برای موکلین در نظر میگیرد قوه قضایی تلاش در تضعیف نهاد وکالت در کشور دارد اگر دستگاه قضایی مستقلی ما داشته باشیم و کانون وکلا و وکلای مستقل داشته باشیم مطمئنا عدالت برقرار خواهد شد به دلیل اینکه تنها نهادی که میتونه حمایت بکنه از آزادی بیان دفاع بکنه وکلای دادگستری هستن بنابراین استقلال این دو از همه مهمتر هست در هر کشوری امیدوارم که ما دستگاه قضاییمون یه مقداری فکر بیشتری بکنه با توجه به اینکه روز وکیل دادگستری هم هست اجازه بده که استقلال کانون وکلا همیشه حفظ بشه مجلس هم اجازه نده که نهادی بخواد استقلال کانون وکلا و وکیل رو سلب بکنه دستگاه قضایی ایران برای عبدالفتاح سلطانی حکم 18 سال زندان با تبعید به برازجان و 20 سال محرومیت از وکالت صادر کرد که در دادگاه تجدید نظر به 13 سال حبس و 2 سال محرومیت از وکالت کاهش پیدا کرد. افشار سیگارچی صدای آمریکا